نام خدا سلام، مهران غفوریان هستم، با افتخار و احترام میزبان شما در این برنامه که اسمش هست آرزوی اعجوبه ها. قربون همه اعجوبه های خوشگلم برم که با خانواده شون اینجا تشریف دارم. خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه سه عرض کنم که من از خوشی امشب تو این برنامه سر از پا نمیشناسم. میدونین چرا؟ برای اینکه همه اعجوبه های خوشگل عزیز دل من که توی این برنامه بودن امشب با خانواده های محترم و عزیزشون مهمون این برنامه، یه به افتخار بچه ها. بیا بابا. حالا چرا اسم برنامه امشب آرزوی اعجوبه‌هاست؟ برای اینکه بعضی از این اعجوبه‌های خوشگل ما آرزوهاشون برآورده شده که ما توی این برنامه می‌بینیم. بعضی هم آرزوشون مال آینده است، نمی‌شد الان برآورده بشه. بعضی هم یعنی اصلا راحتتون کنم، قرار هست که همه آرزوی بچه‌ها یعنی بهشون بچه‌ها به آرزوشون برسن و در فصل بعدی اعجوبه ما باز برنامه آرزوی اعجوبه خواهیم داشت. این آخرین قسمت فصل اول اعجوبه هست، ولی قسمت آخر اعجوبه ها نیست. پس شما بینندگان عزیز و محترم یادتون باشه که برنامه اعجوبه ها هست، پس برای ما فیلم بفرستین از اعجوبه های خوشگلمون که ما اینها رو دعوت کنیم پاروچش ما بذارن و بیان توی قلب ما و توی برنامه ما. موافقیم بریم سراغ برنامه امشب؟ دوره هم باشیم آب دو خیار میچسته تا یک پیشماری مردی. نه بمیشیم پای نه بد پاشه فردان چیزی بخوریم، اینو که بهت گفتم. آهای آدم ها داریم چی کار میکنیم؟ حواسه نواسه به شوزه باید بریم آب بخوریم یا به ما اشتفر داد میزنم گریهشو درمیارم. هیدر بابا اوبر الله شخنده تو کل گنجل آلمم مرزیم، از اگه خواب باشه زهر پرد میزن خنده داره. برندی که با ذهن و آیکیو بالای ساخته شد. اگه رخصتش بدی نابهت در بزن. نکنه میخوایی بری اوکیبه ها؟ باشه یه اوکیبه ها. خیلی ممنون. روشانا مولایی رو یادتونه؟ یکی از اعجوبه های خوشگل ما بودن که ایشون همیار پلیس بودن و عاشق پلیس بودن. اصلا بریم یه بخشی از برنامه روشانا رو ببینیم. میشه من بشینم پشت فرمون؟ بیا اون وقت سوار شو.
از تو ماشین اومدی؟ بیاد باشه این درارم روغن بزنیم. کمربند بابا چرا قرمز کی حالا سره داره؟ بذار بریم. یه دقیقه باشیم اینجا بستنی بگیرم بخوریم. نمیشه تو باشه فرمون چیزی بخوریم. تو نلیم بذار موبایل همون جواب. نه یه با وجود شما نیاز به دوری نیست که. رد کردم بذار دندقه بگیرم. بابات راننده خوبی هست؟ بله. آرزو تو چیه روشن خانم؟ من آرزو مینه که پلیس شم، با هلیکوپتر برم کسایی که نیاز به کمک دارن و کمکشون. با هلیکوپتر پلیس؟ بله. خانم ها آقایان، با افتخار روشن مولایی. عمو جون حال شما خوبه؟ بله. خیلی خوش اومدین. ممنون. ای وای که دلم رفت وسط بابا جان. یه به افتخارش دست بزنین. الان که آرزوت برآورده شده میشه خورده برای ما حرف بزنین روشنا جون؟ نه خیلی خوشحالم که آرزوم برآورده شده و خیلی خوب بود که آرزوم برآورده شد و خیلی خوشحالم برای اینکه هم آرزوم برآورده شده هم اومدم اینجا. خیلی خوشحالم. ما که اصلا تو پوست خودمون نمی گنجیم خانم. قربونت برم. حرفی داریم برای گفتن قبل اینکه بریم برآورده شدن آرزو تو ببینیم؟ من یه نکته خیلی کوچولویی میخوام برای شما بفرمایید بخونم. گاهی من نیز معلم هستم، قانون درس میدهم و تصمیمی بزرگ میگیرم. پدر، مادر، برادر و خواهر بزرگترم، من نگرانم، نگران شما. صدایم کودکان است اما حرفهایم قانونی است که بزرگانی پایش ایستادند. وقتی من از شما خواهش میکنم که در هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت نکنید، شما تنها لبخند میزنید. من غمگین میشوم. خواهش میکنم حرفهای ما را جدی بگیرید. خانه همیشه با پدر و مادر برای ما زیباست. پس با ادب از شما خواهش میکنم. قانون، قانون، قانون. من جریمه نمیکنم. اما خطا هم نمی کنم. من همیارم، همیار پلیس. چرا که ایمان دارم با همدلی و همزبان می توان فردای بی حادثه داشت. من همیار پلیسم. یا بابا قانون، قانون، قانون. شوخی هم ندارم. من همیار پلیسم. آقا بریم برآورده شدن آرزوی روشنا خانم که خیلی هم با کلاس رو ببینیم. روشنا خانم، همینطور که گفتن اینجا جاییه که کل جاده های سراسر کشور رو ما از اینجا میتونیم ببینیم. یک کدوم محوره؟ کنارگذر یزد. کنارگذر خود شهر یزد. حالتون خوبه؟
خوب هستی؟ خوش آمدید. بفرمایید، بفرمایید. حال شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید. خب تو برنامه رفتی شرکت کردی؟ برنامه خوب بود؟ خوب بود، عالی بود. من نگاه کردم شما چقدر خوب صحبت میکنی، چقدر مسلط هستی به قوانین راهنمایی و رانندگی. همیارا میدونی خیلی مؤثرن در چند تا موضوع در حوزه راهنمایی و رانندگی. یکی این که نظم و انضباط رو میتونن تو رانندگان زیاد کنن، تو آبرین پیاده زیاد بکنن. و نتیجه‌ش چیه؟ نتیجه‌ش اینه که ما تصادفاتمون خیلی کم بشه تو کشور. برای همیارا توصیه اینه که لطفاً کمک کنن که آدم ها خودشون رو نکشن، یعنی خودشون رو بتونن راحت‌تر. بله. اونایی که موتور سوار میشن، باباها حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنن. سرشون باشه تو موتور. من دوست داشتم سوار هلیکوپتر پلیس شم. خب ببینید الان شرایط جوی خوب نیست و حالا از نزدیک هم برید هلیکوپتر رو ببینید. خب بفرمایید. انشالله که مبارکتون بشه، انشالله همیشه سلامت باشی، سایه پدر مادرتون هم بالا سرتون باشه. از اینکه امروز وقت گذاشتی، تشریف آوردید، من تشکر میکنم. این چیه؟ این کالکتیوشه مال این زمانی که بخواد پا بلند شده دور ملخ رو باش تنظیم میکنه. آفرین. این چیه؟ این فرمونه؟ اونم سایکلیکشه که جهت جلو رفتن و عقب رفتن. چقدر دکمه است، چقدر دکمه و چقدر عقربه. آره گوشن آخو رو میبینی؟ همه عقربه میبینی. آره میبینی. خیلی خوش گذشت به شما خانم. میشه رئیس راهنمایی رانندگی رفته بودین؟ مگه داریم؟ خوش به حالت. خب یه مهمان ویژه داریم، جام سرهنگ جهانی، معاون محترم اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا رو تشویق بفرمایید. شما عزیز حال چطوره؟ خوبی؟ سلام علیکم. حواسم به علیکم. حال سرکار خوبی شلا. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. احوال شما چطوره؟ بفرمایید. خوبی شلا. بفرمایید. بفرمایید. حال شما چطوره؟ ممنون، متشکر، مرسی. خیلی زحمت کشیدی. من یه بار دیگه سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و عزیزان حاضر در استودیو. طبیعتاً برنامه شما خیلی گل کرده. لطفاً. و یکی از برنامه‌های خوبتونم همین برنامه روشنای عزیز بود که همکاران ما دیده بودن، خود من هم مجدد دیدمش، چون دیدیم برای آرزوهایی داره که قابل اجابتن. بله و واقعا افتخار میکنیم ما به وجود هم یاران پلیس، مخصوصا روشنای عزیز که اینقدر جان سرنگ. یه سوال از شما بپرسم، شما توی بچگیتون آرزویی داشتیم؟ خب مسلمه که همه عزیزان یه آرزوهایی دارن. اتفاقا من بگم واقعیت این بود که ما زمانی که دبیرستان میرفتیم میومدیم، حالا دوران بچگی هم ولی بیشتر در دوره دبیرستان، بله. وقتی این دوستان پلیس رو میدیدیم توی جاده ها، مخصوصا پلیس راه رو، بله. خیلی دوست داشتیم که بریم تو حوزه پلیس خدمت گذار باشیم. خوشبختانه همینم شد. خب الحمدلله شما به آرزوی دوران نوجوانیتون رسیدین. سلامت باشید. خب به جز همیاران پلیس
طرح دیگری هم هستش جام سرنگ که بچه‌ها توش مشارکت کنن؟ ببینید همیاران پلیس یک طرح ملی و کلی بین پلیس راهنمای رانندگی و وزارت آموزش پرورش در حال اجراست. بله. الان هم بالغ بر 10 میلیون نفر از همین عزیزان دارن کمک ما میکنن. بله. در کنار همیاران پلیس ما گروه بالاتر رو داریم که عزیزانی هستن که دوره دبیرستان وارد میشن. الان اونایی که دبیرستان وارد میشن به عنوان پلیسیاران نوجوان آموزش میبینن. به به، پلیسیاران نوجوان. اگر این عزیزان به عنوان همیاران پلیس تا مقطع ابتدایی، پایان مقطع ابتدایی هن، یه مرتبه میان بالاتر پلیسیار نوجوان و توی مرحله دوم دبیرستان به عنوان پلیسیاران جوان، یعنی مسائل و مقررات بیشتری رو یاد میگیرن، کمک میکنه. علاوه در کنار اینها حالا بریم بالاتر، خود معلمین عزیزم به عنوان فرهنگیاران ترافیک، اونها هم یک گروه دیگری هستن که باز مشارکت دارن و کمک میکنن. کار جدیدی هم تازه آغاز کردیم با دستور سردار هادیانفر رئیس محترم پلیس راهور ناجا به نام بانوان فرهنگیار ترافیک، که پلیس مراجعه میکنه به سازمانها و نهادهایی که کارکنان شاغل خانم دارن. بله. اینا رو آموزش میدن تا ما بتونیم، الان به هر حال شما مستحضر نصف جمعیت ایران خانم ها هستن. بله. و خانم ها به لحاظ نقش تربیتی و فرهنگی که دارن میتونن بیشتر کمک بکنن. بله. شروع کردیم، طرح جدیدی هم هست و استقبال خیلی خوبی هم داریم. میشه انشالله در آینده تو برنامه‌های بعدیتون گزارشاش رو خواهیم داد و این پیش، یعنی خانم ها خیلی بهتر میتونن در فرهنگ سازی و همینطور اصلاح رفتارهای غلط ترافیکی به ما کمک بکنن. تا حالا شده که تو یکی از جاده ها باشین و اون جایی باشه که پلیس راهنمایی ایستاده و ماشینی برسه و همیار پلیس به شما بگه که بابام این تخلف رو کرده؟ خیلی آقای قفوری ها. خیلی؟ برای خود من ممکنه یکی دو بار اتفاق افتاده باشه، ولی همکارام زیاد تو گزارش ها و برنامه ها میاد. یعنی جلوی باباش بله میگه که؟ بله، همونجا توی ایستگاه، توی پاسگاه، توی جایی که پلیس وایستاده اشاره میکنه که من به راننده، حالا باباش هست، مادرش هست، هر کسیه، گذشته ممکن داره. راننده سرویس مدرسه‌اش باشه. ایشون مرتکب این تخلف شد و منم بهش تذکر دادم. حتما اونجا همکاران ما این تذکر رو مؤکدن هم اعلام میکنن هم رسیدگی میکنن. و خوبه که عزیزان مخصوصا به هر حال بزرگترها وقتی این صحبت ها رو میشنون واقعا نبایستی مقاومتی بشه. البته من همینجا بگم که بیش از 95% از رانندگان به توصیه های همیاران پلیس توجه میکنن و عمل میکنن. چقدر خوب. بعضا میبینیم که احیانا مقاومتی ممکنه باشه. همینجا واقعا میخوام از رانندگان عزیز بخوام که هر کسی هست راننده، اگر یک تذکری از یا یک یادآوری از همیار پلیس میشنوه حتما بهش توجه کنه، عمل بکنه. حس مسئولیت پذیری رو در بچه ها اجازه بدیم ما رشد بدیم و همین بچه ها هستن که آینده کشور ما رو میسازن و ساختن. الان واقعا اگر در طول چندی سال گذشته ما کاهش تصادفات رو داشتیم، یه بخشش کمک مردم عزیزمون و در کنارش همین همیاران پلیس بوده. به به، خب جام سرنگ شما مثل که یک چیزی برای روشن خانم آوردین. بله؟ بله، من افتخار داشتم که از طرف ریاست محترم پلیس راهنمایی رانندگی در برنامه حاضر بشم و حکم همیار پلیسی روشنای عزیز رو همینجا در برنامه در حضور مردم عزیزمون بینندگان عزیزانمون تقدیم کنم. مگه داریم؟ بفرمایید. بفرمایید روشن خانم، خیلی رسمن تقدیم شما میشه. بیا بابا جان. احترامم. بله بله. مرسی. شکرم. بله. حالا من همینطور که جناب سرهنگ ایستادن یه چیزی هم خدمتتون بگم. جناب سرهنگ یک هدیه ویژه هم برای همه عجوبایی که توی این برنامه شرکت کردن دارن و اون هدیه اینه که همشون لباس همیاران پلیس و کارت همیاران پلیس از طرف پلیس راهور بهشون اهدا میشه. درسته؟ بله، پیرو فرمایش های غفوریان قرار شد. به بله. همه عزیزانی که در این برنامه شرکت کردن هم حکم، هم کارت همیار پلیس، هم لباس کامل همیار پلیس رو تحویل بدیم به تهیه کننده محترم. ارسال میکنم به آدرس عزیزانمون
که از این بهره مند بشن و وظایف خودشون رو در پشت همون کارت‌ها ما براشون نوشتیم که در داخل خودرو نشستن چه وظایفی دارن. خیلی ممنون. به افتخار جام سرنگ و همه همیاران پلیس. خیلی هم ممنون. خیلی ممنونم جام سرنگ. خیلی لطف کردید. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه آرزوی عجوبه ها. خب محمد حسین طاعتی رو یادتون هست؟ عجوبه 9 ساله ما توی برنامه‌مون بود، عکاسی حرفه‌ای می‌کرد که به من میگفت این ور صورتت با این ور صورتت قشنگ‌تر از این ور صورتته. موافقین بریم یه نگاهی به برنامه قبل محمد حسین بندازیم؟ بفرمایید. خدا بهترین عکاس و از ما عکس‌های غمگین و خوشحال می‌گیره. گفتی یه طرف صورت من از اون طرفش بهتره. سمت چپ صورت شما از سمت راستتون بهتره. سمت چپم بهتره پس من این بری از دیدم. محمد حسین خوبی؟ شما مثل که بهتره. خونتون مگه پارک داره؟ میخوام یه کمپین را بندازم، اسمش هم هستش نه به نشر عکس هم بدون اجازه. بزرگترین آرزو چیه؟ از بازیکن‌های تیم پرسپولیس در ورزشگاه عکس بگیرم. یا بابا. خانم ها و آقایون با افتخار محمد حسین طاعتی. خیلی خوش اومدین. ممنون. به به آقای محمد حسین طاعتی. خوش گذشت پرسپولیس؟ بله. از نزدیک؟ بله خیلی خوش به حالت. ممنون. انقدر خوش گذشت که اصلا یادم نمیره هیچ وقت. یادت نمیره. آرزوی محمد حسین این بود که بره از تمرینات پرسپولیس عکاسی کنه که الحمدلله باشگاه محترم پرسپولیس دعوت کردن و ایشون رفتن و عکاسی کردن. یه مهمون ویژه داریم، عجیب غریب و جذاب، آقای گل سال 2007 آسیا، آقای سید مهدی سید صالحی. بیا بابا. سلام. خوبی هستی؟ بفرمایید. مرسی. احوه. احوه. حالی شما چطوره؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای غفوریان، مهمانان عزیزتون و بینندگان عزیز در خدمتون هستم. قربون شما. سلام محمد حسین جان. کیف کردی مهمون ما رو؟
بله اصلا فکرشو نمیکردم که ایشون بیاد. بابا خیلی خوش اومدید. قربون شما برم، زنده باشید. از شما درد نکنم آقا. چه خبر احوال خوبی؟ خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. شرایطمون شرایط بدی نیست. من خب نزدیک دو سالی است از فوتبال خدافظی کردم آقا فریان و بله کلاسای مربیگری رو دارم میگذرم که از کلاس بی آسیا رو جدیداً گذروندم. بله و کلاسای زبان انگلیسی دارم میرم، ان شاءالله بتونم معلوماتمو بیشتر کنم و بتونم همونطوری که تو فوتبال لطف خداوند بود و تونستم تو 4 تا تیم بزرگ ایران از استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور از مدد مرتضی علی مدد گرفتم و کمکم کرد و تونستم موفق باشم. ان شاءالله بتونم تو عرصه مربیگری هم بتونم کمک حال جوانای مملکت ان شاءالله 100% هم میتونه. من از شما بپرسم که آرزوتون توی بچگی یا همسن سال عجوبه ما بودین آرزوی داشتین که برآورده شده باشه؟ ببینید آقای غفوریان، خب من الان خودم 3 تا بچه دارم، دو تا و یه بچه دوقله دختر پسر دارم که الان کلاس 8م راهنمایی میشن، کلاس 8م جدید. بله پسر کوچیکم هم آخریه، زنده باشه، دوم دبستان 8 سالش. هر بچه از بچگی آرزو داره. ببین آرزوی بیشتر بچه‌ها مخصوصا پسرها الگوشون همه چیز زندگیشون پدرشونه و دوست دارم کارهایی که پدرشون انجام میده انجام بده. همه بچه‌ها از بچگی وقتی ازشون میپرسید، قدیم زمان ما که من حالا متولد 60 ام، اون زمان هر کی میپرسید یا میخواست دکتر بشه یا خلبان. بله یعنی غیر این دوتا چیز دیگه من یکی خلبان بعد من چون توی خانواده‌ای بودم که فوتبالی بودم، برادرم هم فوتبالی بود، بچگی دوست داشتم فوتبالیست بشم. یعنی زمانایی هم که خب قدیم زمین خاکی زیاد بود، بعد ما خب تو زمین خاکی زیاد فوتبال بازی کردیم. خیلی دوست داشتم فوتبالیست بشم، خیلی دوست داشتم معروف بشم. وقتی آدمای معروفو میدیدم یا آدمای مشهور رو میدم، حالا ما که نه معروفیم نه مشهور، ولی پس به آرزوتون رسیدیم. بله من به آرزوم رسیدم. سوال داری از ایشون بپرسی از آقا مهدی؟ بله بپرس. چیکار کردی که به آرزوتون رسیدید؟ من اما اول از همه سعی و تلاش کردم که به اون هدفی که میخوام با تلاش با کوشش با سختی هایی که کشیدم به اون هدفم برسم. اول از همه من به عنوان برادر بزرگتر تو یا به عنوان کسی که میخوام تو رو یه راهنمایی کنم اینه که اول از همه باید آدم ادب و احترام اون کار رو در نظر بگیری. یعنی سعی کردم که هر قدمی برمیدارم بتونم از بزرگترم مشورت بگیرم، بتونم از پدر مادرم مشورت بگیرم و تو اون راه قدم بردارم و تا اونجایی هم که تونستم سعی کردم به بزرگتر خودم تو این رشته ورزشی که وارد شدم احترام بذارم و از خدای خودم مدد خواستم و هیچ کسی دیگر وسیله قرار ندادم از لحاظ این وسیله. من اهل بیتم بودن و خداوند بودم. یا بابا شما فرمایش دیگه ندارید؟ مخلص شماییم، زنده باشید. شما چی؟ آقای عجوبه؟ من هم فعلا صحبت خاصی ندارید؟ نه فعلا. خب پس آقا مهدی رو با دستای خودتون بدرقه کنین، میریم سراغ ادامه برنامه. بیا بابا خیلی خوش مسکرم. شب پر عجوبه ما خیلی خوش برگشتین، مخلصیم. یکی از عجوبه های خیلی خوشگل ما یادتونه سید امین ساداتی بودش. ایشون یک منجم درجه 1 بود که ایرادای منم همش میگرفت. اصلا بل کنیم بریم
اون بخشو ببینیم. بریم. دوست دارم بزرگ شدم آتش نشان شدم. دلوپی داری میخوری الان اونو میخوای دوباره بخوری شکلاتشو؟ نه گفتی نمیخورم که به منم میدی یه تیکه. آره اصلا نشون چرا دوست داری آتش نشان بشی؟ دوستم آب بریزه رو من دوست داره آب بریزه رو من. خانم ها و آقایون با افتخار دعوت میکنم از سید امین ساداتی. بیا بابا جان. سلام بابا جان. سلام. بیا بابا جان خودم کمکت میکنم. حالت چطوره؟ خوبم. خیلی خوش اومدین آقا سید امین. چه خورده بیاین جلوتر. خیلی ممنون. خیلی هم عالی اومد تو بغل خودم. همین الان قدر کالباس خوردم اومدم. الان کالباس خوردی اومدی؟ نوش جونت قربونت برم. کاهو با کالباس خوردم. کاهو با کالباس خورده اومدم. ساندویچ خورده اومدم. ساندویچ خورده و عجوبمون کاهو با کالباس. عاشق نجوم و اینجور چیزاست. الان من نمیگم چون اگه بگم سیاره کره فلان همه ایرادامو میگیره. گذشتم نداره درست میگم؟ آره تعارفم نداره. آرزوش این بود که آتش نشان بشه و بره رو همه آب بپاچه. درسته؟ شنیدم به آرزوت رسیدی؟ خوش گذشت؟ آره. خوب بود؟ بله خیلی. بله موافقیم بریم برآورده شدن آرزوی عجوبمونو ببینیم؟ خیلی هم عالی. آقا امین ترکونده بود دیگه. بله دیدیم چی کار کردین آقا جون. خب یه مهمون ویژه داریم. بله میخوام دعوت کنم از کارشناس و سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی
جناب آقای جلال ملکی. ارادت مخصم جواب مخلص جام. سلام علیکم. علی خان چطوری؟ اینم عجوبه ما. بله دوست خودمونه. بله میدونم دیدیم فیلم شما رو. حالی شما چطوره؟ شکر خدا رو شکر. خیلی خوش اومدید به برنامه عجوبه ها. ممنون از شما همه عوامل زحمتکش برنامه و ممنون از برنامه خوبتون و با سلام به همه حضار محترم و بینندگان عزیز و نازنین. قربون شما. این امین خان ما خیلی ممنونیم از شما و سازمان محترم آتش نشانی، بچهای زحمتکش آتش نشانی که آرزوی عجوبه ما رو برآورده کردن. برای ما افتخاری بود. اختیار دارید. اون روز چه اتفاقی افتاد برای ما توضیح بدین. یه حواشی هم شنیدم داشته. اون روز البته ایستگاه‌های آتش نشانی خب معمولاً حادثه میرن و اون محدوده شمال شرق تهران جز ایستگاه‌های فعال هم هست. بله. تو همون 4-5 ساعتی که امین آقا و خانواده محترمشون اونجا ما در خدمتشون بودیم، 4 بار زنگ حادثه و حریق به طور واقعی برای ایستگاه خورد. بله. تا میومد کار پیش بره یه زنگ می‌خورد و ما به هر حال نمی‌تونستیم حادثه رو که پاسخگو نباشیم. بله. بچه‌ها سوار می‌شدن می‌رفتن. سر حادثه نیومد امین با تو؟ نه نه، سر حادثه، حادثه واقعی بود، امکان حضورش خب طبیعتاً نبود. بله. آرزوش هم نبود. این آرزوش این بود که آب به پاچه رو. بله، ما خیلی مراقب بودیم دیگه. این هر وقت نزدیک تجهیزات می‌شد ما مراقب بودیم که ما رو خیس نکنه. بله. خوش گذشت بهتون؟ آره. خب آقای ملکی، شما آرزوی بچگیتون این بود که آتش نشان بشین؟ خدمت شما عرض کنم، من قبل از اینکه جواب این سوال بدم آقای غفوری میخوام یه مسئله کوتاه بگم. بفرمایید. چقدر خوبه برنامه شما، چقدر عالیه این برنامه که امکان این فراهم میشه که کودکان با مشاغل اینچنینی آشنا بشن. اگه خاطرتون باشه ماها که تو این سن و سال بودیم به هر بچه‌ای میگفتن چیکار میخوایم بشین، یا دکتر میخواست بشه یا خلبان میخواست بشه یا برای همین چیزا بود. بله من میرو کلامتون میخواستم خلبان بشم، چون از بچگی چاق بودم همه میگفتن اگه خلبان بشی هواپیمایی که تو خلبانش باشی جلوش باشی اینجوری پرواز میکنه، کلش پایینه چون چاقی زوری میره. بله بفرم. خواهش میکنم. اما الان به خاطر وجود این برنامه های اینچنینی بچه ها این فرصت رو دارن که با مشاغل دیگه، خصوصا مشاغل خدماتی، آشنا بشن، واقعا ببینن تو کدوم میتونن علاقه خودشون رو محک بزنن. بله. من خودم یادم تو دبستان که بودم. بله. دقیقاً دبستان مدرسه ما چسبیده به ایستگاه آتش نشانی بود و من انقدر این بچهای آتش نشانی رو در حال ورزش و تمرین و مانور و عملیات و این چیزا میدیدم که واقعا آتش نشانی تو ذهن من افتاده بود و دوست داشتم، چون خودم هم یه جوان فعالی بودم، اکتیوی بودم. و جالب اینه که تو همون ایستگاه هم که از بچگی می‌دیدم 7 سال خدمت کردم. 7 سالم تو همون ایستگاه در طول خدمتم حضور داشتم. بله بله. البته دیگه نفرات عوض. بله من واقعا از بچگی علارغمی که خب حدود 24-25 سال قبل که من وارد سازمان آتش نشانی شدم، خب وضعیت کاری خود بهتر بود، یعنی بازار مشاغل بهتر بود، چندین شغل میشد که من واردش بشم، ولی موندم تا سازمان آتش نشانی فراخوان بزنه. بله الحمدلله به لطف خدا آزمون‌ها رو هم قبول شدم. بله. و در خدمت مردم هستیم با افتخار. مخلصیم. خدا شما رو حفظ کنه. خب امین جان، امین هم موقعی که اومده داره مبلاری کیسه میکشه، اینا همه تمیزن قربونت برم. خب من یه سوال کنم ازتون. آقای ملکی، ما توی راهنمای رانندگی و پلیس راهور یک بچه ها رو اومدن مشارکت دادن برای رعایت قوانین و اینجور چیزا که مهمون اولمونم جام سرنگ بودن و اومدن توضیح دادن. با آتش نشانی هم همچی چیزی داره؟ بله بله، ما نه تنها برای کودکان و نوجوانان بلکه برای بزرگترها هم طرح‌های زیادی داریم و احتمالا خیلی از شهروندان با این طرح آشنایی دارن.
برای کودکان طرحی به اسم حامی ایمنی رو داریم که برای حامی ایمنی بله برای طرحی به اون حامی ایمنی یکیش اینجاست بله که برای 7 سال و 8 سال و 9 سال یعنی کلاس اول و دوم و سوم هست اینم بچهای ما که خودشون آتش نشانان داوطلب هستن دوره های تخصصی رو دیدن و به اون حد از آمادگی رسیدن که میتونن انتقال مطلب بدن در مدارس حاضر میشن و به کلاس اول دوم و سوم مطالبی که خودشون در حدی باشه که بچه بپذیره بتونه یادگیری کنه بله و این بچه‌ها بالاخره یه لوحی آخر سر بهشون داده میشه یه قالب و کلاهی بهشون داده میشه بهم. طبق اون لوح به صورت نمادین این بچه ها میشن نماینده ایمنی آتش نشانی تو بهم. منزل یا جای دیگه بی احتیاطی ببینن طبق چیزی که یاد گرفتن به پدر و مادر یه یادآوری میکنن برای طرح‌های بزرگسالان هم طرح آموزشی 999 و طرح پلاک ایمن هستش که احتمالاً شهروندان گرامی در این خصوص اطلاعاتی دارند که به منازل مراجعه میکنن به همون کنه در جمعه کمک نمیخوای غفوریان بعد نه نگرش داشت امی داره هست میکنه امی داره صحبت میکنه نگرش داشتم عجوبم اونو خب یک کادو برای شما آوردن آقای ملکی میدونستی؟ بفرمایید آقای ملکی براشون کادو آوردن خب بفرمایید بیا کادوشو بگیر از دمو ببین چه جوری عزیزمون چون خیلی پسر خوبیه البته ما قبلا توی ایستگاهی که خدمتشون بودیم یه ماشین آتش نشانی و یه لباس هم برای نمادین بهش داده بودیم اما اینو ما در واقع میخوایم حالا به نمایندگی بدیم به ایشون صبر کن بدیم به ایشون که حتما بده به پدر و مادرش بیا جلوتر بده به پدر و مادرش که تو منزل یا تو ماشین ازش استفاده کنن آقای ملکی میتونه ببره یه خود براش سخته من تا لب پله‌ها کمکش میکنم که خانواده در آقای ملکی تشکیل کنیم باشه بیا بابا یک گروه خیلی باحال جنوبی داشتیم از کنگان اومده بودن اینجا موسیقی اجرا کردن درجه یک یادتونه که میخوان برای ما امشب یکی از کارهای درجه یکشون رو اجرا کنن بیا بابا
عجب برنامه امشب، خیلی برنامه جذابی شده با این همه اعجوبه دوست داشتنی. خانم ها آقایون، یسنا با اندیشه رو یادتونه؟ یکی از اعجوبه های خیلی کار درست ما بودن این خانم، که اگه خاطرتون باشه سنگا رو پیدا میکرد، مادر بزرگش بهش کمک میکرد سنگا رو پیدا میکرد و هر سنگی رو به یه شکلی نقاشی میکرد، یه سنگی رو شبیه گرگ میکشید، یه سنگی رو، و با اینا قصه میگفت. اصلا بریم قسمت یسنا رو یه بخشیش رو ببینیم با هم. سنگات گفتی قصه دارن همشون، این که پشتمونه قصه‌اش چیه؟ مار از پونه بعدش میاد دم در لونش داده. این چیه؟ این به شطور مرغ گفتن بار ببر، گفت مرغم، گفتن بپر، گفت شطورم. ماشاءالله نمایشگاه گذاشتی؟ بله، برای خیرین راه سلامت، برای بچه، برای بچه های کودکان اوتیسم و ایبی. چند تا کار تا حالا ساختی؟ تا حالا نشماردم، ولی فکر کنم 1 میلیارد بشه. خب یاسه خانم، بزرگترین آرزو چیه؟ من 3 تا آرزو دارم. یک اینکه دکتر بشم و کنارش یک هنرمند بزرگ. 2 اینکه همه مریضان شفا پیدا کنن. 3 اینکه کار سنگین در کتاب چاپ بشه. بابا جان، باورتون نمیشه، این طاووسشونه. خانم ها آقایون، میخوام با افتخار دعوت کنم از یسنا با اندیشه. دختر هنرمندمون یسنا خانم با اندیشه، بیا بابا. سلام علیکم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید خانم. ممنون. حال شما چطوره؟ خوبم. بازم از کاراتون برای ما آوردین؟ بله. به به، نشون همه میدین، نشون بیننده های ما. روز مادر رو به تمام مادران مهربون کشورم تبریک میگم. بیا بابا، بیا بابا. چند وقت پیش روز مادر بود و یسنا خانم به همین مناسبت برای ما یکی از کارهای قشنگش آورد. اینا مادرن همه؟ بله. قصهشو برای ما میگین؟ بله. اینجا یک مادره که داره به بچهش شیر میده. بله. اینجا یک دختری که داره به مادرش گل میده. اینجا هم یک دختری که داره به مادرش گل میده. اینجا یک مادر بزرگی که داره برای نوش لالایی میخونه. اینجا هم که یک شعر براش گفتم، ضربان قلب مادر بزرگم بهتر نغمه زندگی من است. بابا به خاطر احساس این دختر قشنگم که میگه ضربان قلب مادر بزرگم بهترین نغمه زندگی من است. بهترین نغمه زندگی من. خیلی ممنونم یسنا خانم ما. خیلی هنرمنده و خیلی مادر بزرگشو دوست داره و اصلا مادر بزرگش براش سنگاشو پیدا میکنه. بله. درسته؟ عاشق مادر بزرگش. بله. خانم آقایون، افتخار دارم که بگم یسنا خانم آرزوشون این بود که یک ناشر پیدا بشه و از کارهای سنگیش و نقاشیهاش و قصه‌هاش یک کتاب چاپ بکنه. الان آرزوشون برآورده شده، یک ناشر محترم آرزویشون رو برآورده کردن. بریم ببینیم برآورده شدن آرزو.
خیلی خیلی تبریک میگم به شما. ممنون. یسنا خانم مبارک باشه. ممنون که قرارداد کتابتون رو بستین. خب یه مهمان ویژه هم داریم، مدیر نشر پریان جناب آقای فرزاد فربد که ناشر یسنا جون هم هستن. بیا با به افتخارشون. آقای فربد رو تشکیف کنیم. بیا با با اجومه ای بیا. ماشالله. سلام علیکم. خیلی خوش اومدین آقای فربد. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. ممنونم. متشکرم. آقای فربد مدیر نشر پریان هستن و قرار است که ناشر کتاب یسنا خانم ما باشن. خب بفرمایید خودتون چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که آرزوی عجوبه ما رو شما برآورده کردین؟ دستتونم درد نکنه. خواهش میکنم. من در واقع داشتم اون قسمت برنامه عجوبه ها رو میدیدم و وقتی دیدم که یسنا جان یک چنین کارهای زیبایی رو انجام داده و خیلی هم دوست داره که اینا رو به شکل کتاب منتشر بکنه، گفتم چقدر خوبه که ما بتونیم در پریان این کار رو انجام بدیم برای دوست عزیزمون. بله. شما کار کودک هم تخصصی انجام میدید؟ بله، نشر ما در واقع به شکل تخصصی در حوزه کودک و نوجوان فعالیت میکنه. بله. میشه خورده توضیح بدین به ما که چه چیزایی رو چاپ بکنید؟ خودتون هم مترجم هستین؟ بله، من خودم مترجم هستم. بله. ما تلاش میکنیم که جستجو کنیم و کتاب‌ها رو ترجمه کنیم که احساس میکنیم برای کودکان و نوجوانان ما مفید هست بودنش. کتابایی که فکر میکنیم شاید در بازار کتاب ما کمتر داره منتشر میشه. بله. و در این راه سعی میکنیم با ارتباط گرفتن با ناشران خارجی و به خصوص گرفتن کپی رایت با رعایت حقوق مؤلف در واقع این کار رو انجام بدیم. در این حال این کار باعث میشه که ما بتونیم ارتباط خوبی با ناشران و نویسندگان، تصویرسازان خارج از کشور برقرار بکنیم. بله. و یک ارتباط فرهنگی بین در واقع ناشران و تولید کنندگان آثار فرهنگی کشورمون و خارج از ایران برقرار بشه. برای ما بگین که بچه بودین آرزوتون چی بود؟ من بچه که بودم دوست داشتم که نویسنده بشم. راستش نویسنده نشدم، ولی خب مترجم شدم. بله، مترجم شدی. الان یسنا با شما قرارداد بستن برای بله برای کتاب ها قرارداد بستن. بله. و ما به هر حال شروع میکنیم به زودی تولید کتاب رو. عکاسی باید بشه از کارهایی که یسنا جان انجام دادن. فکر میکنم برای هر کدوم از کارهایی که خلق کرده یک داستان کوتاه خودش میتونه بنویسه. بله. و انشالله امیدواریم که در سال آینده، در سال 99 این کتاب منتشر بشه. بله. کار جدیدتون رو به ناشرتون نشون میدیم؟ بله. اینم انشالله احتمالاً بره توی کتابتون. اینو برای روز مادر درست کردن. مادرهای مختلفن. قصتش هم برای آقای فربد بگیم. بله. اینجا یک مادره که داره به بچهش شیر میده. اینجا یک بچه هست که داره به مادرش گل میده. اینجا یه دختر بچه هست که داره به مادرش گل میده. و اینجا هم یک شعر در موردش گفتم. ضربان قلب مادر بزرگم بهترین نغمه زندگی من است. عاشقانه داره مادر بزرگش نگاه میکنه. بابا بتره کنیم با توی یکنان. آقای فربد محبت کردن برای یکنان جون یه هدیه آوردن. خیلی ممنون. با دستای قشنگتون آقای فربد رو خیلی ممنون که آرزوی عجوبه ما رو برآورده کرد. ممنونم. مخلصی. ممنونیم از همه آدم بزرگا که آرزوی این عجوبه های خوشگل ما رو برآورده می‌کنند. خیلی ممنون. خوشگل.
یه عجوبه خیلی دوست داشتنیمون علیرضا عباسی اقدم بود که با کارتونای مقوایی ماشین میساخت، تانک میساخت، کامیون میساخت و خیلی کاردستی‌های خیلی خوشگل و منحصر به فردی درست میکرد. جالبه که بدونین علیرضا عباسی اقدم همین الان در حال برآورده شدن آرزوشه. سلام علیکم. همه این ماکت ها رو شما ساختین؟ بله. همه شو؟ بله. به به. یعنی اگه یکی بخواد اون مثلا ماکت قطارتو بخره نمیفروشی به؟ نه. از مادرت بپرس که دوست داره علیرضا بزرگ شد چی کاره بشه؟ مهندس. همه یه پولو میدی به نیازمندا؟ به. همه شو؟ به. شنیدم تا حالا سفر نرفتی؟ به. از طرف برنامه عجوبه ها میخواییم با مادرت بفرستیمت مسافرت. سپاس. به مادرت بگو. خواهش میکنم الان اگر بخوای قدردانی کنی از مادرت چی میگی بهش؟ دوست داشت که با مادرش یک مسافرت بره و یک آژانس مسافرتی مهربون و عزیز آرزو علیرضا رو برآورده کردن و الان میخوایم ارتباط مستقیم بگیریم با علیرضا. تشکر میکنم از آقای بشکار مدیر آژانس و از آقای اکبری همکار ایشون که باعث شدن عجوبه ما همین الان آرزوش برآورده بشه. افتخار علیرضا. عجوبه دوست داشتنیمه. میخوایم باش ارتباط بگیریم. سلام علیکم علیرضا خان، حالت چطوره؟ سلام آقای قفوریان و کارکنان برنامه عجوبه ها. خوش میگذره سفرت؟ بله بسیار خوش میگذره با زحمات شما و با امواج زیبای دریا. الان کجایی دقیقا؟ دقیقا در سواحل خلیج فارس یا به طور معمول سواحل کیش هستیم. بسیار اینجا به ما خوش میگذره با تفریحات، با ساختن قلعه و با شنیدن بسیار زیبای امواج. از هتلتون راضی هستین آقای علیرضا خان؟ بله بسیار راضی هستیم از مهمان نوازیشون، مهمان پذیریشون و یه عالمه از کارهای دیگه که انجام میدن. بسیار ما راضی هستیم. انشالله که بهت سفر خوش بگذره. چکریم علیرضا رو تشریف کنیم. خدا رو شکر که عجوبه عزیز ما داره بهش خوش میگذره. بریم ادامه برنامه رو در خدمت شد. رایان درازگیسو رو یادتونه؟ اون بچه که عاشق فن بود، جملش هم این بود چرخ صنعت با فن میچرخه. اصلا تو اون برنامه من انقدر خندیدم، انقدر کیف کردم از دست این عجوبه. اینجا نشسته بود بهش فن میدادم، میگفت امین امین، باباش صدا میکرد امین این فنا رو گذاشتم برای فروش، کدومش میخوای؟ باباش میگفت اون بزرگره، میگفت نه دیگه این کوچیکه رو بخواه. بریم خلاصه برنامه رایان رو ببینیم. چرخ صنعت با فن میچرخه. این چیه عمو جون؟ این تسلیم.
جابه دنده دیگه. این چیه؟ این سرشیلن. 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 بهم میاد که هیچی حالیم نباشه 10 بار میگه. از من راضی؟ باشی مال خود. امین. امین. کوچیک بخوای یا بزرگ بخوای؟ امین کیه؟ بابای من. باباته؟ اینجا نمیچرفه. من هیچی بلد نیستم. هیچی؟ هیچی. هیچی؟ هیچی. اینو نگاه کن. بفرمین بشین. اما فنکوشیکار بگیر. باشه من میگیرم. شما اینا رو توضیح بده. این شما هیچی بلد نیستی؟ هیچی بلد نیستم. آرزو چیه؟ من کارخونه فن. که چی کار کنی؟ فن دوست از تو دالا غروب اونجا باشم. میبریمت. خانم آقایون، میخوام با افتخار دعوت کنم از رایان درازگیسو. از این بر اومد. بیا بابا. میری بالا خودت؟ بذار من کمکت کنم عمو جون. قربونت برم. حالت چطوره رایان؟ خوبه. خوبی؟ آره. سلامتی؟ آره. آرزو تو یه بار میگی چی بود؟ شخص عبوف میشه. این جمله شه. جمله پشته. چی؟ من پشته. پشت واله. من پشت واله. برام کادو کردم گذاره تو جبه دستی بندی کردم. همه رو هم میدونه. من خریدن اون بوده. امین یه دقیقه امین رو صداش کن. امین. امین این جلو نشسته مثل اون دفعه. امین بگو فنا رو گوشتم برای فروش. امین فنا رو گوشتم برای فروش. یکی اون گوشت مال گلخونه هست. آمار همه چیو داره. یعنی کوتاه نمیاد. حالت خوبه؟ آره. یادت آرزو چی بود؟ که این گلخونش بود. بریم برآورده شدن آرزوی رایانو ببینیم. آرزوش این بود که از غروب، از بعد از ظهر تا شب. آره؟ نه از غروب. از غروب تا شب توی کارخونه فن قدم بزنه که زده. بریم ببینیم. رایان. بله. شما که انقدر بامزه یه بوس به من میدی؟ آره. چه کنم؟ قربونت برم پسرم. چقدر تو گلی؟ اون بچه سر به هواست. اون بچه سر به هواست. میخوام دعوت کنم از مهمون ویژمون، کسی که آرزوی رایان درازگیسو رو برآورده کرده و 50 سال در کار تولید فن هستن، آقای مهدی بستانچی رو تشویق بفرمایید. سلام علیکم. سلام. خیلی خوش اومدید. سلام. آقا رایان کارخونه ایشون بودا. بفرمایید قربان. خیلی خوش. اینم کارت ایشون خدمت شما. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. وای شما برنامه خیلی ممنون که آرزوی خواهش می‌کنم. رایان رو شما برآورده کردید. خب بگین چی شد؟ واقعیت برنامه رو که دیدم من خیلی برام جالب بود که یه بچه توی این سن و سال خیلی علاقه‌مند به تور
مباحث فنی، خصوصا فن، چون تو فن یه صنعت خیلی گسترده‌ایه و خب خیلی علاقمند شدیم که بتونیم یه کاری بکنیم، آرزوی ایشونو برآورده کنیم. خیلی هم ممنونم. آقا بذار این بچه بگو. استیم. خب خوندی همه رو؟ آره خوندم. بله خیلی هم ممنون. آقا شما برای ایشون کادو آوردین؟ ما سعی کردیم یه کادویی بیاریم که ایشون ممکنه علاقمند باشه انشالله. بله. که حالا فنهای مختلفی باشه که ببینیم حالا کدومشو دوست داره. خب همشو دوست داره. شما بگو فن انقدری داریم تا فن اندازه این فن گلخونهی برام آوردی؟ گلخونهی دوست داشتی همونجون؟ آره گلخونهی آوردی. فن گلخونهی کدومه؟ بزرگه؟ فن گلخونه ایشون بله، خیلی سایزن بزرگتره. با اجازتون من بچه خیلی من. دیگه دلش میخواد. آقای بیسادی کادوی آقای بستان چی رو میاری؟ یه دیگه گلخونه یه خیلی هم بفرمایی. این هم حال شما باز کنی؟ کمکت کنم باز کنی؟ نه 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 همینجا آکپن میخوای بفروشیش؟ آره میفروشی یا نگر میداری؟ نگر میداری نگر میداری میفروشی؟ رایان توضیح بده ببینم این فنا چیه رایان؟ این فنا کرکره ایه. بله کرکره ایه. اینا دریچه دارن. دریچه؟ بعد باز و بسته میشه اینا. آقا مکی نگران پارش آره من چون قول دادم اینو دوباره بذارم توش ترسم. خب بیا جکش کن. چیه؟ جکش کن. جکش داخلشه. بازش کن کرکره. من باز کن. پیشگوشتی میخوادم اون جون. این پایینش باید با پیشگوشتی باز کنیم. این باز بشه جکش رو بتونیم. پیشگوشتی داری؟ این کرکره. نه نکردم. من جز ابزار شخصی معمولا پیشگوشتی نمیارم. همراه. خب اینو یه توضیح بدیم به رایان که چیه فنه؟ رایان این فن اتوماتیکه مثل این که چیزش بسته باز بسته میشه. آره رایان جان ببین این داخلش یه جک برقی داره. اون داخل وقتی فن روشن میشه این دریچه هایی که میبینی الان بسته است آروم آروم باز میشه. بعدم که فن خاموش میشه این دریچه ها بسته میشه. حالا این یکی هم که برات آوردم. آره این سایزش از اون بزرگتره. این یه مقداری مکانیزم دریچه هاش با اون متفاوته. این که فن روشن این توش جک نداره. با فشار باد کرکره‌اش ببندید. بله این با فشار باد کرکره ها باز میشه. ولش کن. رایان راضی هستی؟ آره آره آره. با امین صحبت خاصی نداری؟ این یا دریچه یا کرکره. این بعد صدی بد نمیده. خب اینم باز بشه. خب توضیح بده برای ما و همین دوربین اینجا. خب توضیح بده هم اینجا بایست رو توضیح بده. این چی شد؟ آقا مهدی چی گفت؟ این کرکراشه. خب این فن کجا استفاده میشه؟ تو دستشویی. این کرکره باز میشه. بعد دستشویی خود بزرگ نیست؟ این یک کم بزرگتره. به اونم ببین. این برای دستشویی بهتر نیست فکر میکنی؟ برای دستشویی این بهتره. آره آره. اون برای آشپزخونه به نظرت مناسبه؟ آره برای آشپزخونه. آشپزخونه خوبه. آره خوابش در بیاریم. آها میخوای بازش کنی؟ آره بازش. خوابش در میاد؟ در میاد داره. در میاد. در میاد؟ آره. چش. اگر اجازه بگیر. اجازه بگیرم. چش. اکی اجازه بگیرم از شما؟ آره. اجازه میدید بابشو درارم؟ آره. آره؟ آره این همش باز میشه. آخه سرته گرفتیم. الان قابش اجازه میدی با در بیارم؟ بله 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 ببین ببین آقا مهدی خودش در بیاره. من نمیتونم. بیا تو در بیار. بیا بده آقا مهدی. این دریچه چجوری باز میشه؟ کجاش؟ این دریچه. کدوم دریچه؟ این اون دریچه با فشار هوا باز میشه. هوا؟ خود فنو میخوای ببینی تو. من میدونم. این داری خب بیار اینجا، اینجا بذار، اینجا بذار. خب بیا این خود فنه ها. وای نوعه نوعه ها. اینا گارانتی داره؟ بله 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 گارانتیش چند وقته هست؟ همه فنه 18 ماه گارانتی داره. به امین بگو. امین این فن دستشیه؟ فن دستشیه؟ نه این فن مال مخصوص آشپزخونه است.
مخفی آشپز خونه. خیلی هم ممنون، تشویقش کنین آقا. خب یه کادوی ویژه دیگه هم هست. بله. بشین، کادوی ویژه همونو میخوام بهتون بدیم. من بیام. کادوی ویژه کدومه؟ کادوی ویژه کدومه؟ آره میاد الان میاد. آقای میسادی اون کادوی ویژه رو بیاریم واسش. کادوی ویژه رو دوست داری؟ آره. ندیدی هنوز که؟ بابا جانم دو توره اینم مال شماست. اینم آره. گارانتیشه. آره. نو آره بذارش اینم اینجا. چشم دو توره. درست میگن دو توره میشه؟ دو توره. آره. حالا اصطلاح خودشو دوباره اصطلاح خودشه. فرقی نیست. ببین این از این پره پره یاسا نگو خود. این پایینش، این پایینش رو نگاه کن رایان. این ارهیه پره هاش. ارهی ها. آره. دوست داری رایان؟ آره. آره؟ آره. اینم از ما راضی هستی؟ آره. اینم بذار برای فروش. اینم برای فروش؟ اینم بذار برای فروش. قیمتاش رو کاش میپرسیدی. ایشون رو با عنوان مدیر فروش باید ازش استفاده بکنم. بله. تو برنامه داره میفروشه. گارانتی بریم کارتونه فر. گارانتیش اون کارت ایشونه. بذار داشته باش کارتشونو. کارت رئیسه. اون خیلی به دردت میخوره. تشویق کنین مهمون عزیزم. اینو بذاری برای فروش دیگه جان. اینو بذاری برای فروش. اینو فقط اینو میذاری؟ اونا رو نگر میداری؟ آره اونا رو هم میذارم برای فروش. همه رو میذاری برای فروش؟ آره. خب خیلی هم من. بعد با پولش میری یه فن بزرگتر میخری؟ خب آقای بستانچی، آرزوی بچگیتون چی بود؟ واقعیت اینه که من بچه بودم آرزوم این بودش که خلبان بشم. خدا رو شکر. خیلی از این چیزا. بعد دلیلش این بود که یکی همکلاسی های من پدرش خلبان بود. بعد این خب زمان جنگم بود البته. ایشون پدرش خلبان هواپیمای جنگی بود، دائم خونه نبود، مأموریت بود. و این خیلی ایدئال بود که یه بابایی که خونه نیست، مثلا مشقاتو بنویس، کاراتو بکن. اینا بابای اصلا نیستش. نه به خاطر خلبانی، به خاطر بابایی که نبود شاید بیشتر آرزوم بودش که دوست داشتید. آره آره. دوستتون همیشه باباش نبود. نبود آره، مأموریت بود، بنده خدا درگیر بود، خیلی خوب بود. ولی کارخونه بله بله، ما چون شغل خانوادگی ما هم هستش. بله. و در نهایت دیگه همین کاری که شغل خانوادگیم بود و انجام دادیم و امیدواریم بتونیم این کارم توسعه بدیم توی گرایش‌های مختلف. همینجور که رایا میگفت فن چرخ صنعت و میچرخونه، واقعیت اینه که تو خیلی از صنایع مختلف که ما شاید همینجوری مستقیم باهاش ارتباط نداشته باشیم. بله. ولی فن کاربرد داره. این فن خوشگل است. سیاه هست. این فن سیاه دقیقه خوشگله. ای قربونت برم دایی. ای دورت بگردم. یه دایی. قربونت برم. سرفشش ببین چقدر گنده است. فرمایشی دیگه دارین؟ خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم که امشب در جمع شما و این برنامه دوست داشتنیتون بودم. قربون شما. خوشحال شدیم. خیلی خوشحال شدیم که تونستیم حالا آرزوی رایان رو شاد بکنیم یا آرزوش رو ایشون رو، حالا هرچند کوچیک بود ولی برآورده بکنیم. آخه قربون شما. ممنونم آقای بستانچی رو تشویق بفرمایید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. ممنونم. مرسی از هدایاتون. مرسی که رایان رو بردین کارخونه بترکونیم. بیا بابا. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.
ما با 26 قسمت برنامه اوجوبا در خدمتتون بودیم و در خدمت بچه های این سرزمین که حدوداً 70 تا اوجوبه در برنامه ما اومدن و تازه این بخش کوچیکی از بچه های این سرزمینه. انشالله در فصل آینده باز هم میزبان اوجوبای خوشگلمون هستیم. حالا میخوام از همه اوجوبای برنامه اوجوبا دعوت کنم بیان این بالا تو بغل عموشون. بیاین بابا، بیا بابا، بیتره کنیم با سشون. سلام، حالت چطوره؟ سلام، سلام، سلام. علی رمی یه دونه حرکت بزن ببینم. سلام علی رمی حرکت، بیا بابا، بیتره کنیم با سشون. ماشاءالله، بزن اینجا رو یه کاراته، بیا ببینم، بیا این دست، بیا بابا، ماشاءالله سپر، بیا بابا. سلام علیکم. بهبه اینا همونهایی بودن که ما را بردن، من کلی ترسیدم. سلام خوشگلا، بیا بالا ببینم تو هم که اینجایی، بیا بغل خودم. ماشاءالله بتره کنیم واسه رجای ما، ماشاءالله اوجوبای ما. بچه دستتون بدین واسه بیننده های توی خونه، اینا اوجوبای ما، عشقای منه. بیا بابا با تون خداحافظی نمی کنم چون چیزی تموم نشده. ما در فصل بعدی اوجوبه ها در خدمتون هستیم و منتظر ویدیوهای شما هستیم. شما همچنان برای ما ویدیو بفرستید. بیا بابا.